خب گفتگو میکنم با طراح جراح ایرانی سینا آقای میرباخری. سلام به شما، خیلی خوشم اومد. خدمت شما و بینندگان گرامی خیلی ممنونم از حضورتون. این موفقیت بزرگ رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون، رویدادی که یک بار دیگه بالاخره توانمندی های علمی کشورمون رو به نمایش گذاشت. آقای میرباقری بفرمایید که جراحی امروز کلا چطور بود؟ سینا این ربات جراح آزمایشش رو آیا خوب پس داد؟ بله، خدا رو شکر با موفقیت کامل انجام شد و حیوان زنده دو مرتبه به زندگی برگشت. ما حیوان رو مانیتور خواهیم کرد و به طبیعت برخواهیم گرد. آنچه که امروز برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد، چون ربات سینا سال هاست داره کار میشه و اخبارش رو میشنوید، آنچه که امروز اتفاق افتاد بحث جراحی از راه دور بود. اینکه جراح در یک بیمارستان دیگه، آقای استاد تاله پور ریاست محترم بیمارستان سینا در بیمارستان سینا حضور داشتن و از راه دور به فاصله 7 کیلومتر جراحی رو در بیمارستان امام خمینی انجام میدادن. حیوان در بیمارستان امام خمینی در مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفته بالینی بود و این جراحی از راه دور با موفقیت و بدون هیچ مشکلی انجام. خب طبیعتاً این فاصله میتونه خیلی دورتر از اینها هم باشه. خب سوالی که اینجا هست اینه که ظرفیت پهنای باند خاصی برای این کار نیاز هست؟ محدودیتی وجود نداره به ویژه در مناطق دوردست که ممکنه این در واقع اقدام فناورانه بیشتر در مناطق دوردست هم کاربرد داشته باشه؟ آنچه که برای این پروژه اتفاق افتاد خط ویژه‌ای بود که به وسیله همکاران ما در شرکت ارتباطات سیار همراه اول انجام شد و خیلی خط پرسرعت و مطمئنی بود. یعنی ما اگر بخوایم این کار رو در کشور انجام بدیم، باید یک چنین زیر ساختی رو برای هر نقطه‌ای که می‌خوایم انجام بدیم داشته باشیم. هرچند در همکاری ما با همراه اول برنامه به این صورت هست که ما بعد از خط‌های مستقل وارد خط‌های ارتباطی 4G و بعدش 5G بشیم که اون دیگه در کل کشور قابل استفاده خواهد. آقای میرباقری، گفته شد تنها یک نمونه آمریکایی از این ربات وجود داره. خب ما میتونیم بگیم که سینای ایرانی الان رقیب داوینچی آمریکاییه؟ یا من سوال به این شکل مطرح بکنم که مزیت سینای ایرانی در رقابت با نمونه آمریکایی چیه؟ بله، بنده اینطوری توضیح بدم که 20 سال هست بازار دنیا به صورت مونوپولی در اختیار یک شرکت آمریکایی هست و هیچ شرکت دیگه‌ای توان ورود به این بازار نداشته به خاطر پتنت‌های متعددی که شرکت آمریکایی ثبت کرد. ربات ایرانی سینا بیش از 10 پتنت در خارج از کشور و 20 پتنت در داخل کشور ثبت کرده. در خود آمریکا، چین و کشورهای اروپایی به ثبت رسیده و بله، قابلیت ورود به بازارهای جهانی و ایجاد رقابت با شرکت آمریکایی را خواهد داشت. و همچنین شرکت‌های دیگری هم در سطح دنیا در تلاش هستند که وارد این رقابت بشوند. آنچه که سینا در مقایسه با داوینچی داره، بحث کاهش هزینه اولیه خود دستگاه، هزینه تعمیر و نگهداریش هر دو به یک سوم نمونه خارجی و بحث ابزارهای مصرفیش هست که به یک دهم نمونه آمریکایی کاهش پیدا کرده و ما میتونیم با هزینه نزدیک به هزینه های متداول جراحی بحث جراحی روباتیک رو در کشور خودمون و در کشورهای در حال توسعه داشته باشیم و جذابیت رقابتی خیلی زیادی داره. به لحاظ فناوری ما آنچه که در ربات سینا کار شده بحث انتقال حس لامسه هست که جراح وقتی از راه دور کار میکنه احساسی از صفر شدن گره‌ای که میزنه داشته باشه یا بافتی رو میگیره فشار میده حس بکنه که چه فشاری بهش وارد میشه. بحث جراحی در حالت نشسته و ایستاده و حفظ ارگونومی بیشتره که خستگی جراح رو کم میکنه. بحث امکان حرکت تخطین جراحیه که طیف وسیع تری از عملهای جراحی با این ربات رو انجام پذیر می. آقای میرباقری، تو گزارش هم شنیدیم که در حال حاضر این ربات توی 3 بیمارستان در واقع به کار گرفته میشه و استفاده میشه. برای توسعه و گسترشش به شهرستان ها که عرض کردم نیاز بیشتری هم ممکنه در واقع وجود داشته باشه، چه برنامه‌ای وجود داره برای اینکه سرعت پیشرفتش توی آزمایش های بالینی که در واقع سرعتش بیشتر بشه؟ شما به چه کمک هایی نیاز دارید در این زمینه؟ بله، بنده تصریح بکنم که الان در 3 بیمارستان به صورت آموزشی و روی در فاز مطالعات پیش بالینی استفاده میشه. یعنی هنوز روی انسان استفاده نمیشه زیرا باید مجوزهای خاص خودش رو بگیره. همون برای اینکه با سرعت مرحله بالینی رو واردش بشید و و
بله. در واقع به پایان برسونید. آنچه که به ما کمک میکنه همکاری و همدلی ارگان هایی هست که متولی دادن مجوزهای مربوطه هستند و آزمایشگاه های مرجعی که تست های استاندارد رو انجام میدن. متاسفانه اینکه تجربه در کشور وجود نداشته و ما باید این مسیر رو باز بکنیم و خیلی از دست اندازها رو هموار بکنیم و ما برای این کار آماده هستیم و خب طبیعتاً این مسیر طول میکشه. من فکر میکنم یکی دو سال ما زمان نیاز داریم تا به مرحله استفاده روی انسان برسیم و انشالله در شهرستان های کشور هم ازش استفاده بشه. دو سال نهایت زمان حد اکثر زمان رو، چون آقای ستاری امروز اشاره کردن که یک سال زمان نیاز هست تا به مرحله تست برسه، مرحله تست های در واقع بالینی برسه روی انسان های داوطلب و بعد از اون که مجوزهاش توسط وزارت بهداشت صادر بشه میتونه وارد بازار بشه. حالا یک الا دو سال بندم با احتیاط هست ان شاء الله که خیلی سریعتر همین مراحل رو طی بکنه و از موفقیت های بیشتر هم برای شما. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای میرباقری، طراح جراح ایرانی سینا در استدیو 21 امشب.